شنونده و بیننده برنامه ششم بدون مرز هستین. خسته نباشید عزیزان. در این قسمت برنامه بد نیست که یک درد و دلی با شما عزیزان همراه داشته باشم. شمایی که همیشه در طول این سالها برنامه های ما رو نگاه کردید، حالا یا از داخل صفحات مجازی یا از طریق ماهواره، هر جایی که ما برنامه گذاشتیم، گروه بروژه دی، نمایندگان بروژه، حمایت کردید، دیدید، توجه کردید، سوال داشتید، انتقاد داشتید، نظرات ارزشمندتون رو برای ما فرستادید. همیشه ما قدردان شما عزیزان و همراهی گرم و با محبت شما هستیم. و چرا که نه، با شما عزیزان همراه باید شفاف بود و درد و دلها رو گفت. ما در طول این سالها مدتها سکوت کردیم به ملاحظات، حالا نمیشه گفت مصلحت که درست نیست، مصلحت اندیشی، ولی ملاحظات شرایط افرادی رو کردیم که در بیرون به اصطلاح میگن داریم مبارزه میکنیم. ملاحظه اینو کردیم که هر صحبتی یا انتقادی ممکنه که به یه طریقی کمک کنه به دشمنانمون. اما به هر حال گفتنی ها رو باید گفت و شفافیت ها باعث میشه که گرچه گاهی به نظر تلخ میاد، اما شاید بتونه کمک کنه. نیت منم الان اینه که شاید اگر انتقادات گفته بشه، اگر کاستی ها آسیب شناسی بشه و مطرح بشه بین خودمون، ما که دوست هم هستیم، شاید یه جوری بتونه یک راه حلی پیدا بشه و یک اصلاحی صورت بگیره. از این جهته که من امروز یک کمی با شما صحبت میکنم بعضی مطالب، اون هم به بهانه این که تازگی های یک صحبت هایی شنیدم که حالا بهتون میگم. قبل از هر چیز بهتون بگم در طول این سالهایی که من در بیرون کشور فعالیت میکردم خیلی داستان رو دیدم. شاید یه روزی بشینم همه اینا رو بنویسم فرصت کنم، یا شاید هم در همین برنامه ها کم کم براتون بگم از روزگاری که کشیدیم و گفتیم. من و سایر همکارانم، دوستانم، نمایندگان آقای بروجردی، فقط قلب و روحمون برای این بود که یک راه نجاتی پیدا بشه برای مردم. از روزی که خارج شدیم از کشور تمام تلاش ماها همین بود. یک ذره به زندگی خودمون فکر نکردیم، تلاش نکردیم، نفع شخصیمون رو در نظر نگرفتیم. آنچه که دار و ندارمون بود گذاشتیم و فقط تلاش کردیم که هم صدای ایشون آقای بروجردی که داخل زندان داشته شکنجه می شده، صدای ایشون رو برسونیم به عنوان کسی که حاضر شده هزینه بده. خیلی ها حاضر نیستن هزینه بدن، یا نمیتونن، یا شرایطش رو ندارن، یا تحملش رو ندارن، شجاعتش رو ندارن. ایشون حاضر شده بود هزینه بده، پاشم وایستاده بود، خیلی هم مردانه و با مقاومت ایستادگی کرده بود. برای همین ما هم بران شدیم. حالا که ما پیش ایشون نیستیم، حالا که ما داخل زندان نیستیم، مثل خیلی از زندانیان شجاع نمیتونیم تحمل کنیم، یا دوره ای رو بودیم ولی الان به هر حال نیستیم دیگه داخل زندان، اما بیخیال نباشیم، بشینیم زندگیمونو بکنیم. بلکه حالا که اومدیم بیرون، حتی اگر شده توی کشور دست چندم، فقط یه اینترنت آزاد وجود داشته، مثلا من در مالزی بودم، دوست دیگری در ترکیه بود، این یکی یه جایی بود، هر کدوم جایی بودیم تلاشمونو کردیم فقط به صرف این که یک آزادی داشتیم که نمیریختن دیگه خونمون ما رو بگیرن بعد از چند دفعه دستگیری، بازم ندیدن خونمون. ولی از اینترنت آزاد، از شرایط نسبتاً امن نسبت به ایران استفاده کنیم، صدای هموطنان داخل کشور. از همه مهمتر آقای بروجردی، چرا؟ به دلیل اینکه ایشون یک زندانی واحد نبود. ایشون صدای هزاران نفر، صدها هزار نفر و همفکر میلیون ها نفر ایرانی بود که از حکومت دینی ایران خسته شده بودند و میخواستن صداشون رو برسونن به افراد بیرون، به دولت‌هایی که حمایت می‌کردن از این رژیم، به بهانه اینکه این مردم یه روزی رأی دادن و این مردم اسلامی هستن و این مردم می‌خوان حکومتشون دینی باشه و ما حق نداریم در دموکراسی دخالت کنیم. ما می‌خواستیم صدای ایشون و جمعیت ایشون باشیم
که نمایندگی میلیون ها نفر رو دار و به همه اعلام کنیم که ما با وجودی که یک رهبر دینی داره صدای ما رو میرسونه و فریاد ما رو پژواک میده، یک رهبری که قبلا رهبر دینی بوده ولی الان با صدای بلند فریاد میزنه که من و همفکرانم حکومت دینی رو نمیخوام. اون موقع این بود. ولی همین که همین گروه هایی که صدا میزدن که ما سکولار هست، ما حکومت دینی نمیخوام، ما این رژیم رو نمیخوام و با ما ظاهرن و کلامی اختلافی نداشتن، حاضر نبودن با ما اتحاد واقعی برقرار کنن، اتحاد که نمیشه گفت، همبستگی ایجاد کنن، با هم کنن، همراهی کنن و همراهی ها رو بپذیریم و با وجود حتی اختلاف سلیقه های جزئی اما در یک هدف که هممون نجات کشورمون از این همه مکافات بود همراهی کنن. دائم حالا به هر دلیلی، کوتاه کنم سخن رو، هر کدوم به یه بهانه‌ای همکاری نکرد. نگاهشون هم از نگاه قدرت و رقابت بر سر قدرت بود. الان من کاملا دیگه به واقع متوجه شدم و میبینم که هیچ چیز دیگه ای نبود. به دلیل اینکه سوالاتشون از ما هم الان اینه، بعد از اومدن آقای بروجردی سوالاتشون به نحویه که نکنه ایشون جای فلانی رو بگیره یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نگرانیم که در آینده ایران که قراره حالا یه وقت ما بریم حکومت کنیم ایشون نخواد بیاد کنه. این معنی رو میده دیگه، چه معنی دیگه؟ کاری ندارم، پاسخ اینو بارها دادم، فقط میخوام بگم نگاهشون از نگاه رقابت بر سر قدرته که این سوالو میکنن. وگرنه اگر واقعا فکرشون این باشه که یکی داره خالصا مخلصا تلاش میکنه برای کمک به مردم و نجات خودش و کشورش و مردم کشورش، شما هم اگر با او هم عقیده هستین پس بفرمایید. پیام همراهی ایشون رو هم که دارید، همبستگی ماها رو هم دارید، من و دوستانم، ماها به تمام گروه هایی که میشناختیم و به ما دعوت کرده بودن یا حتی دعوت نکرده بودن رفتیم و پیوستیم و باشون نهایت همکاری رو کردیم. یکیشون که ما همکاری باش نکردیم و واقعا شبانه روزی باشون کار نکردیم بیاد برای ما بگه من شما با ما همکاری نکردیم. از گروه های چپ کمونیست بگیر تا راست راست، اصلا فرقی نمیکرد برای ما که هر کی چه عقیده سیاسی داره یا عقیده مذهبی داره همکاری کرد. شبهایی بوده که من 36 ساعت نخوابیدم شبانه روز پشت سر هم، به دلیل اینکه بچه داشتم، به دلیل اینکه باید خودم همه کارا رو میکردم، نه فامیلی نه بستگانی داشتیم نه کمکی داشتیم و جلسات پشت جلسات طول میکشید تا خود صبح و من نمیتونستم بخوابم و صبح باید بچه‌ام بودم. اینا درد و دل، ولی موضوع اینه که خب خیلی ها دیگه هم همکاری میکنن، من کاری ندارم. ممکن الان بعضی دوستان بگن ما هم زحمت کشیدیم، میخوام بگم که ما کوتاهی نکردیم، نمیخوام بگم ما خواسته زحمت کشیدیم. به هر حال منظورم اینه که گروه ما، اگر گروهی تشکیل ندادیم، حزبی تشکیل ندادیم، فقط به خاطر اینکه ما رهبر سیاسی نیستیم، ادعای رهبری سیاسی هم نداشتیم. به عنوان یک انسانی که وظیفه داره وقتی که میبینه یه فاجعه برای جایی رخ داده، زلزله، سونامی، چیزی، اونم بره کمک بده، این کمک ما بود. چون ما فکر میکردیم جنس این حکومت در جنس یک کار سیاسی نیست، از جنس یک فاجعه است، یک مثل یک فاجعه مثل سونامیه که اومده داره همه رو نابود میکنه و در این حال، در این حالتی که همه دارن نابود میشن، هیچ جایی نداره که آدم فکر کنه الان من این پا رو برداشتم از نظر سیاسی به نفع کی میشه. از نظر ما این شکلی بود، دیدگاه ما این شکلی. بنابراین ما ادامه دادیم و کار کردیم، توجه به نامهربانی ها نکردیم، به اینکه خیلی حمایت ها کردن از افرادی که از حکومت بودن، تیر خلاصند بودن، اومدن بیرون، مورد حمایت قرار گرفتن. هم من هم سایر دوستانم و نمایندگان آقای بروجردی در بدترین شرایط اقتصادی، بدترین شرایط روحی و جسمی، حتی از زندان اومده بود دوستمون بیرون و شکنجه شده بودم یعنی اصلا بدترین شرایطی که بدون تصور بکنید، اما هیچ حمایتی از ما نشد. اشکالی هم نداره، توقعی هم نمی کنید، ولی اینجوری نیست که کسی حمایت کرده شد که الان بخواد بگه من از شما حمایت کنم. در صورتی که دیدیم یکی یکی افشا شدن، کسایی که رفتن به
جاسوس های حکومتی حمایت کردن و بعد آبروشون رفت و اونجوری جوابشون دادن، در حالی که اونایی که واقعا اومده بودن از صمیم قلب تمام هستی خودشون رو گذاشته بودن، خودشون و همراهانشون چه در داخل ایران چه اونایی که ما بیرون بودیم، هممون با هم بودیم. به هر حال منظورم حالا گله نیست، منظورم یه صحبتی بود که ما این شرایط رو داریم. اما امروز به ما که میرسن میگن چرا اینو نمیگید، چرا اونو نمیگید، چرا اینجا با ما همکاری نکردید. ما گفته بودیم اینها رو و میدونستیم و از همین روزها میترسیدیم که دوچار این سردرگمی ها نشیم. الان همه هموطنان ما نگران هستن، شرایط بده. باز هم هنوز بعد از این همه سال ما اومدیم بیرون، یه تعداد کمی مثلا در حد گفتن یک خبر که این آقا رو گرفتن بردن تو انفرادی یا دارن میکشن یا ایشون اعتصاب قضا هستن که دیگه اصلا چیزیه که باید برای همه گفته بشه. در حد خیلی جزئی این چنین حمایتایی رو ما داشتیم که در مقایسه با حجم به اصطلاح کمی و کیفی که ما داشتیم هزینه میدادیم، به خصوص آقای بوجه داشت هزینه میداد، اصلا هیچ این حمایت ها. هر کشوری اگه همچین زندانی داشته باشه با این جایگاه اعتباری و با این جمعیت و بیاد اینجوری حرف بزنه و این شجاعت رو به خرج بده، میرن بهترین حمایت ها رو میکنن، چون خیلی برای خودشون پتانسیل خوبیه که کسی رو داشته باشن داخل به چنین شجاعتی از در پاد تا پای جونش وایستاده باشه، داره حمایت میکنه، کار میکنه، از کمپین به کمپین خودش از داخل زندان داره ادامه میده. کمان که بودن افرادی، یک نفر داشتن یه مبارزه خیلی تازه معمولی، خیلی کمتر از آقای بوجهلی هم کار کرده، صداشو بردن توی کنگره آمریکا از چین و اونجا صداشو پخش کردن و کلی حمایت گرفتن، بهشون جایزه های مختلف دادن. به خاطر چی؟ به چه دردی زندانی میخوره؟ به درد این میخوره که صداش شنیده بشه، بعدش صداش وقتی شنیده بشه چی میشه؟ اون هدفایی که شما هم دارین میره بالا، چون به هر حال لازمه کسی نماد بشه، تعارف ندارید. اما چه کسی رو خواستید نماد کنید؟ خودتون نگاه کنید. در کشاکش این که از ترس این که رقابت قدرت رو از دست بدین خودتون رو کشیدید پایین، کسایی رو که هم فکر خودتون بودن یکی یکی کشیدید پایین و کی رفت بالا؟ وابستگان رژیم. حالا یه عده خیلی کم حمایت کردن، دستشون درد نکنه، همشون میگن که ما که حمایت کردیم. اونایی که حمایت نکردن، بعضی ها بودن مثل آقای اسم میبرن، آقای هوشنگ معین‌زاده و معین‌زاده ها اومدن و دست به کار شدن و وقت رو از دست ندادن. دقیقا از همون سال اولی که آقای بروجردی هنوز کسی ازش خبر نداشت و در انفرادی بود، وزیر بدترین شکنجه ها داشت شکنجه می شد، اینها اومدن و هم صدا با کیهان شریعت نداری و هم صدا با کجراهه جامع جمع و مطالب کذب بسیجی ها که می فرستادن و در 23 پخش می کردن، ایشون هم اومد و وظیفه انسانی شرافتی خودش دونست که علیه بروجردی بنویسه دقیقا مطالب رژیم رو، اما در پاریس ایشون بیاد منتشر کنه، اسمش هم بذاره کتاب و در یک فصل کتاب خودش، من و امام زمان، در مورد بروجردی تماما نشر اکاذیب و کذب بکنه و تهمت بزنه. به جز این که بیاد شکنجه های بروجردی رو که اون موقع ما خبر نداشتیم، فقط وزارت اطلاعات میدونسته، نمیدونم ایشون از کجا میدونسته که چشمه ایشون کدومش رو زده بودن و خون اومده بوده، و در داخل کتاب خودش تمام این شکنجه ها رو با حالت طنز و حجب آورده و خندیده به یک انسانی که حالا آرمانهاش به این زیبایی بوده، من کار ندارم، چنین انسان روشنفکری بوده، کار ندارم، اصلا هیچی از اینا نباشه، یک انسان بوده که داشته شکنجه می شده توسط این حیوانها و شما آمدی بهش خندیدی. این آدم اصلا باید محاکمه می شده، ولی اومدن کمک دادن، کتابش رو 2 دفعه تجدید چاپ کردن و بهش کمک دادن که نشر پیدا کنه، و از اون بدتر این که بهش میگن نویسنده بسیار توانا، در حالی که هیچ توانایی تو ادبیات ایشون دیده نمیشه، به جز این که نشر اکاذیب رو گذاشته کتاب. و اگه بقیه کتاباش هم همین باشه، من واقعا متاسفم برای جامعه ما که فکر میکنن ایشون نویسنده هست و بهش احترام قائلن و میگن اعتبار داره و اجازه داره. چرا اعتبار داره و اجازه داره؟ اومدن در جوابیه‌ای که آقای بروجردی به ایشون داده،
اونا اومدن این جوابیه رو که دیدن ناراحت شدن، اعتراض به ما کردن. چرا شما اینجوری گفتید به یک نویسنده محترم و چرا شما این اجازه داره که به بروجردی، به چه اجازه از طرف جامعه داره کسی که اکاذیب می نویسه؟ چه فرقی بین ایشون هست و شریعت مداری که از داخل ایران اینجوری تهمت میزنه به یک نویسنده، به یک کسی که خودش نویسنده بوده و الان هم محققه و یک زندانیه و یک مبارزه؟ شما در پاریس نشستی به جای حمایت از ایشون و اینا رو می نویسی و شماهای دیگه هم از ایشون حمایت میکنی. چند روز پیش من جایی صحبت داشتم، وقت مصاحبه داشتم در یک تلویزیون، ایشون به من گفت که آقای معین‌زاده دوست عزیز منه و علیه بروجردی اینا رو گفته و ذهنش نسبت به بروجردی مکدر بود. حالا ما میفهمیم که چرا این سالها به ما این گذشت. حالا ما میفهمیم که چرا ما هرچی فریاد میزدیم صادقانه تلاش میکردیم با تعجب میدیدیم که یکی گرم میاد جلو، بله ما حمایت میکنیم، فردا صبحش میدیدیم دیگه نمیخواد حمایت کنه. و چرا و چه اتفاقی افتاده که افرادی که از بروجردی حمایت کردن، لیندا فرام، پروفسور کاتلر، تمام کسایی که نویسنده بودن یا محقق بودن یا ژورنالیست بودن یا مقامات سیاسی دنیا که الان دو تاشو اسم بردن، در اتحادیه اروپا، در کشورهای آزاد، یا نمایندگان پارلمان‌هایی مثل آلمان و جای دیگه که و هلند که حمایت بروجردی رو به عهده گرفته بودن، چرا باید اینها یک دفعه بعد از این چند روزی که ما نش می‌دادیم حمایت اینها رو به عنوان اینکه یک تبلیغی بشه برای بروجردی و یک صدایی برای بروجردی باشه و یک تریبونی باشه یا یک حمایت و مسئولیتی باشه برای اون، از فرداش می دیدیم که اصلاح طلب ها ریختن سرشون و یک عده از همین کسایی که شبیه این معین‌زاده ها ریختن سرشون و اینجوری از فرداش شروع کردن که یه حمایتشون رو نکنن، یا گاهی بعضی از اینها مثلا سرد می شدن تماعت نمی کرد. یک مقدارش به اینها برمی گرده. وقتی که خانم لیندا فرام آقای بروجردی رو معرفی می کنه به صلح نوبل، که خودش این انتخابو کرده بود وقتی نامه های بروجردی رو دیده بود و خیلی تحسین میکرد و نامه بروجردی رو برده بود در کنگره کانادا و مطرح کرده بود و اونجا نگهداری میشه، اونجا به شکل یک سند در مثل که در داخل موزه اونجا به چند زبان ترجمه شده و اونجا بسیار زیبا و شکیل نگهداری میشه نامه بروجردی به سازمان ملل. و از اون به بعد مجلس ها و پارلمان های کشورهای آزاد با همین طرح گذاشتن و این مبدع و مبتکرش از پارلمان کانادا بود و خانم لیندا فرام که حمایت بکنن غرب از زندانیان سیاسی اعتقادی ایران که دارن برای آزادی مبارزه میکنن، چون در پاسخ به نامه بروجردی بود که در سازمان ملل در اجلاس جانبی سازمان ملل خونده شده بود و این خانم شنیده بود، از اونجا رد میشد، در اونجا شرکت کرده بود و اینو شنیده بود و براش خیلی جالب بود و از ما اجازه گرفت که پخش کنه و خودش ابتکار به خرج داد و اینها رو انجام داد. اما از فردای اون که ایشون مصاحبه کرد و آقای بروجردی رو به صلح نوبل، بسیاری شروع کردن تماس گرفتن از همین مبارزینی که نام مبارزه رو به یدک میکشن، نام بدنپرستی رو به یدک میکشن، تماس بگیرن که شما چرا از ایشون حمایت میکنی. بعد خانم عبادی و دوستانش برن اونجا و بگن حالا که شما میخوان یه زندانی حمایت کنی، از این و از این و از این بکن، لیست زندانی های وابسته به حکومتی رو و اصلاح طلب ها رو بدن که از اونا حمایت کن، از بروجردی حمایت نکن. ما میفهمیدیم که چرا باید یه نفر اینقدر صادقانه تمام زندگیش رو بذاره و این جوری سرد باش برخورد بکنه، در حالی که هر جای دنیا شما فکر میکنی مثلا نلسون ماندلا چیکار کرده که اینقدر الان معروف شده؟ فقط حمایتش کردن. یک صدام کارهایی که بروجردی کرده نکرده، اون زندانیشو کشیده البته سالها، ولی این همه تلاش، این همه کتابی که ایشون نوشته، این همه داره خودشو به خطر بیشتر انداخته تا اینجا رسید. تا منم حرف میزنم بهتون بگم خیلی اومدن به من گفتن، یا حالا به زبان دوستانه یا انتقاد، که شما دست بردار از بروجردی، ما به شما همه جور تریبونی میدیم، بیا حرف بزن. چرا شما اصرار داری همش از بروجردی بگی؟ باورتون میشه؟
به هر حال این بوده. به اون دسته از عزیزانی که در این چند هفته من باشون صحبت کردم و صحبتشون این بوده که بله خب بعد از سالها بالاخره آقای بوجردی خیلی زحمت کشیده، خیلی ارزش داره زندانی که کشیده، خیلی ارزش داره خیلی من. ولی آقای بوجردی آکادمیک نیستش سطحش و کارایی که کرده در سطح آکادمیک نیست و بله در حد مردمی هستش که حالا یا متعصب مذهبی هستن یا نمیدونن، خیلی مقام ایشون ارزشمنده و میتونیم مثلا بعدها بعد از براندازی از ایشون یاری بگیریم برای مخاطب شدن به مردم، یا حالا یک جایی تریبون مذهبی بهشون بریم ببین درک اینها رو ببین که خیلی هم جست 6 در 4 روشن فکری میگیرن و فکر میکنن چه خبره، در حالی که نویسندگان معروف، ژورنالیستای خیلی باهوش در کل دنیا بودن که حتی ما نمیشناختیم، حتی در چین، حتی در ژاپن اومدن از بروجردی نوشتن، نویسندگانی که در کتابهاشون از تز بروجردی نوشتن، به جز این که خود بروجردی کتاب نوشته، رساله نوشته، تز داره، دکترینش رو معرفی میکنه و پاش وایساده، به جز این که بروجردی با زبان آکادمیک بیگانه نیست، حالا بهتون میگم، اون وقت اینها که احساس میکنن خودشون حالا با 4 تا بیان بعد و بیرا به این دین بگن به اون دین بگن، حالا ما احساس روشن فکری بهمون دست داده، حالا به خودشون اجازه میدن بیان همچین حرفایی هم بزنن. شما چی کار کردین؟ کدوم آکادمیک رفتین کار کردین؟ کدوم آکادمی دارید کار میکنید؟ کدوم کار تحقیقاتی رو کردید که به خودتون اجازه میدید بیاید همچین تصوری بکنید؟ بروجردی تمام این سالهایی که کار کرده، تمام مراحل تحقیقاتی که انجام داده کاملا علمی بوده، روش و مکتبی که را انداخته به عنوان عدم تطابق سبک با سند کاملا روش علمیه. برید شما پایان نامه های دوره های دکترا و تزهایی که میان اساتیدش رو معرفی میکنن برای رشته های مال دینی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، برید نگاه کنید، 1000 ایشون سند ندارن. تمام تزها رو من دیدم تو دانشگاه تهران، رفتم نگاه کردم پایان نامه هاشون، مثلا این همه سند گردآوری نکردن. بروجردی دایره المعارفی که گردآوری کرده بیش از 30,000 صفحه شده تا حالا، این همه سند گردآوری کرده، روشی کاملا علمیه، میتونه اینها رو به شکل مقالات زیادی منتشر بکنه. ایشون داخل زندان بوده، ظرف این مدت کوتاهی که ایشون بیرون اومده با محققین دیگه‌ای در حوزه‌های گوناگون اومده کار کرده، از آموزه‌ها و تحقیقات ایشون مدن استفاده کردن و ایشون چندین مقاله تا حالا داده علمی تحقیقی، در کنفرانس ها شرکت کرده، در حالی که در خارج از کشور افراد غیر ایرانی، محققین، دانشمندان تعجب میکنن و به شگفتی میفتن وقتی که کارای ایشون رو میبینن، تقدیر میکنن از ایشون، در همین حال عزیزان ما و بعضی از این دوستان ما که احساس میکنن خیلی هم حالا علمی هستن، این برخوردشونه، من واقعا تعجب میکنم. آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، میان رفرنس میدن فلان نویسنده عجیب و غریب، اسمشو میارن، احساس میکنن خیلی کار بزرگی کرده، در حالی که مهم اسم نیست، مهم اون حرفی که زده شده، حرفی که ایشون داره میزنه کم از اون نویسنده هایی نیست که شما واسه این که بخواییم به خودتون جست بگیرین میارین اسم میبرین. چرا با این حالته؟ چرا اجازه میدین اتاق فکر رژیم شما رو اینجوری بازی بده؟ این مبارزه است، به من میگن حالا در حد مبارزه شما چیکار دارید میکنید؟ یعنی مبارزه پس چیه؟ شما فکر میکنید چیه مبارزه؟ اینکه 4 تا کنفرانس بگیرین، 4 تا نمیدونم پاشین بیاین بشینید حرف بزنید، 40 ساله دارید کنفرانس میگیرید، جمع میشید حرف میزنید، این کجاش مبارزه بوده؟ اگه تا حالا به نتیجه رسیده بود من میگفتم آفرین. هیچ کدوم اینا به نتیجه نمیرسه، بد نیست انجام بدید، ولی کار اساسی نیست که بخوایم بگیم این مبارزه و بعد انگشت اتهام به یکی بزنید بگید چون نمیشینید ران انداختید شما مورد، نه اینطوری نیست، این تعریف هایی که شما خودتون میکنید. مبارزه واقعی اینه که شما ریشه‌ای کار بکنید، با داخل ایران بتونید کار بکنید، ارتباط بگیرید، نه اینکه بیرون ما یه تعدادی بشینیم آخرش هم هممون پیر بشیم و نابود بشیم،
هی هر سال هم بشینیم با هم دیگه هی حرف بزنیم، هیچ کس هم حرف به کسی رو گوش نمیده. در حدی که الان من میبینم هموطنان تو گروه های اجتماعی با هم چه قشنگ گفتمان میکنن، چقدر زیبا میتونن تحلیل بکنن، کاری ندارن کی از چی دسته سیاسیه، تحلیل های بسیار خوب و قوی ارائه میدن از داخل ایران، در حالی که ما در این بیرون نشستیم هر سالم داره بضاعت فکریمون میره پایین، هر کی هم فقط حرف خودشون میزنه. خیلی جالبه، من میرم حرفای مهم و تحلیل و گفتمان رو میذارم در بعضی گروه ها، هزاران گروه عضوم، میرم میذارم نگاه میکنم هیچ کس نمیاد مال اون یکی رو لایک کنه یا ببینه، همه فقط میخوان حرف بزنن، پس این گفتمان نمیشه. چون فهم میخوای خودتو بگی و عقیده خودتو بگی، اصلا حاضر نیستی گوش بدی، اصلا حاضر نیستی ببینی مطالعه بکنی طرف چی داره میگه، همینجوری اوردی از قبل تو ذهنمون پیش داوری داریم و فوری همه رو کلاسه بندی میکنیم، میگیم این فلانیه، اینو بذار تو طبقه اون، دیگه هم ازن گوشا رو میبند. اینجوری درست نمیشه، این روش روشیه که باید شکسته بشه و غلط. میگید نه، خب نتیجه شو داریم الان میبینیم، سردرگمی هایی که بعد از 40 سال داریم میبینیم این. بنابراین آقای بورژردی داشتم میگفتم، اولا که زبانشون زبان آکادمیک هم میتونه باشه، کما اینکه ایشون مقالات زیادی رو قبلا داشته و الان هم داره، وقتی که مینویسه برای مجله ها و جورنال ها با زبان آکادمی صحبت میکنه. نکته اساسی این هست که ایشون خیلی خوب میدونه و هوش این رو داره که جامعه هدفش چی هست. وقتی ایشون صحبت های میکنن برای افراد متفاوت، برای اقشار مختلف یک جامعه، میدونن که چگونه باید با مردم صحبت کنه. فرق میکنه با زبان آکادمی. هنر ایشون این هست، هنری که دانشمندا اصلا نمیتونن داشته باشن، چون جامعه هدف اونا متفاوته. اونها دارن برای یک جامعه ای که کارشون همون تحقیقات هست صحبت میکنن، مجبورم هستن که با همون زبان صحبت بکنن، مثل زبان آکادمیکی که ما در مقاله های آقای بورژردی میبینیم. اما وقتی ایشون صحبت میکنن با جامعه ای که مخاطب ایشون هستن، در کل جامعه تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، زن و مرد، پیر و جوان، فقیر و غنی، طبقات بالای جامعه نظرش اقتصادی یا پایین فرق نمی‌کنه، از نظر فرهنگی متفاوت، ایشون گفتمانی رو باید انتخاب کنه که همه‌شون بتونن استفاده کنن. و هنر ایشون اینه که حتی دوست و دشمن ایشون، من خودم شنیدم که اینو اعتراف می‌کنن که هنری که ایشون داشته و ما جایی ندیدیم این بوده که تونسته همه این اقشار مختلف رو با هم گره بزنه و جمع بکنه. بنابراین هدف ایشون این هست، چون جامعه هدفشون هست، نه اینکه ایشون بیاد و نتونه که شما میاید با ما اینطوری مواجهه میکنید و این حرفا رو میزنید. در همین راستا جای اون دیدین که خب ما تا حالا واقعا فرصت نشده به دلیل خبرهای زیادی که از کمپین بورژردی بوده، اتفاقات زیادی که برایشون افتاده، نقض حقوق بشر، از نظر سلامتی، از نظر جید. ما بیشتر وقت و انرژیمون رو تخصیص داده بودیم به این کار، اختصاص داده بودیم به این کار و خب که لازم هم بوده، حالت اورژانسی هم داشته، ولی نرسیدیم اینها رو بیایم بیشتر باز کنیم و به شما بگیم، یا اینکه بیایم در مورد کارهای علمی تحقیقی ایشون صحبت بکنیم، که خب این رو میشه گفت که خب کمکاری ما هم بوده به دلیل اینکه نمیرسیدیم و نیرو زیادی نداریم که بتونیم کمک بدیم و حمایت نتونستیم بگیریم، تریبون به ما ندادن و این کار رو کردن که تریبون ها از ما گرفته بشه، هر کس کوچکترین حمایتی از ما میکنه همون موقع میریزن سرش و شروع میکنن به اینکه چرا حمایت کردی. خب این هزینه میبره واسه کسی که حمایت کرده، ترجیح میده واسه یه عده‌ای که تعیین شدن و مشخص کارشون و نباید اونها باید برن بالا از اون حمایت کنن، چون موجیه که داره میره خودم انرژی هم مصرف نمیکنه، چرا بیاد هزینه کنه از کسی دفاع کنه که میریزن سرش و میگن چرا کردی و مجبور هی جوابگو باشه. این جواب به وجود آوردن و این کار کردن، ولی به هر حال در راستای همین که باید اینها گفته بشه، من از همینجا استفاده میکنم و این درد و دل رو با شما کردم، امیدوارم خستتون نکرده باشم. و اینکه در این قسمت از برنامه به همین دلیل از شیرین عزیز همکارمون میخوام که
با من همکاری بکنه و من در مورد این مسئله و یکی از کارهای آکادمیک آقای بروجردی که به تازگی به اصطلاح خبرش اومده که منتشر شده گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید تا چند لحظه.